کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به تازگی در کمیسیون مشترک این طرح تصویب شد. مصوبه‌ای که معاونت قوانین مجلس نه به محتوای آن بلکه به نحوه رأی‌گیری و تصویب آن ایراد شکلی وارد کرده است. بحث در مورد متن و حاشیه این طرح دوباره از دیروز بالا گرفته و کار به جایی رسیده که نه تنها تعدادی از نمایندگان مجلس و دولت صراحتاً به آن اعتراض کرده اند، بلکه حتی برخی رسانه‌های اصولگرا هم به آن تاخته اند. در کنار تیتر و محتوای برخی رسانه‌ها در مورد تصویب کمیسیونی این طرح، صفحه نخست روزنامه امروز رسالت خودنمایی می‌کرد. روزنامه‌ای که سابقه ای طولانی در تاختن به مخالفان و منتقدان تفکراتش دارد و حالا تصویب طرح صیانت را ناسواب خوانده است. البته از محتوای انتقادات اصولگرایان به این مسئله اینطور برمی‌آید که مشکل اغلب آنها روند و نوع تصویب طرح است، نه الزاماً محتوای آن که می‌تواند سرعت، کیفیت و قیمت اینترنت را با تأثیرات منفی مواجه کند و شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی را عملاً از دسترس خارج سازد. پیشتر و بعد از اشکالات عدیده‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس به این طرح گرفته بود، گویا تعدادی از اعضای کمیسیون مشترک تصمیم گرفتند تغییراتی در طرح ایجاد کنند، در حالی که نمایندگان مجلس قبلاً در مورد متن دیگری رأی‌گیری کرده و آن را به کمیسیون یاد شده ارجاع داده بودند. همین مسئله یکی از ایراداتی است که معاونت قوانین مجلس به مصوبه اخیر گرفته است. طرح صیانت از نظر حقوقی از دو زاویه میشه نقدش کرد. یه وقت اینه که ما صرفا از جهت مطابقت اون با قانون قرارات حاکم بر اون نقد کنیم، که به نظر من همین انقدر ایرادات به طرح صیانت وارده که اساس اون رو زیر سوال میبره و حتی جایی رو برای نقد کارکردی و سیاست‌های اون و اثرگذاری سیاست‌های اون نمیذاره. مهمترین چیزی که در طرح صیانت تعریف شده، یعنی هسته محوری اون کمیسیونی که طراحی شده و وظایف و اختیاراتی که به کمیسیون داده شده، که خب توی نسخه های جدید ارجاع دادن به کمیسیونی که شورای عالی تصویب کرده و فقط تفویض اختیار کردن، که عموم این تفویض اختیارها مخالف اصل 85 قانون اساسیه، چون که مجلس اجازه نداره بسیاری از این موضوعات رو تفویض کنه. برخی از اینا حتی خلاف شرع و خلاف اصل 4 قانون اساسی میشه. تصمیم گیری راجع به برخی از این موضوعات مثل بحث مالکیت که مطرح شده، حتی اگر مجلس هم تصمیم بگیره، گاهی اوقات شورای نگهبان باهاش مخالفت میکنه و جزء مصوباتی که عموما مجمع تشخیص نمیگیره. پس نمیشه این رو تفویض کرد به این کمیسیون، در حالی که این کمیسیون خودش هم حتی میخواد تفویض کنه به نهادهای تنظیمگری که خودش تأسیس میکنه. حتی یکی از اون موارد تأسیس همین نهادهای تنظیمگری که عملا اون کمیسیون نمیتونه چنین صلاحیتی داشته باشه که نهاد جدید تأسیس کنه. یک جاهای اختیارات شورای عالی رو محدود کرده خلاف اصل 110 قانون اساسیه. یک جای یک نظارتی در کنار دیوان عدالت اداری اضافه کرده مخالف اصول 170 و 173 قانون اساسی هست. یک جایی مثلا بسیاری از موارد ما میبینیم که ابهام در کلمات اون بسیار زیاده، این کلمات استفاده شده اینقدر مبهمه که چالش ها و اختلافات پسینی داره. بسیاری از مواردش اون قسمت صدور مجوز به طور عام گفته تنظیمگرانی که تأسیس میکنه میتونه مجوز بده. خب چه مجوزی؟ این باید قانون این رو تعیین بکنه و این خلاف سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرای سیاست های کلیه. اساسا این تا خلاف قانون اساسیه و عموم مواد اون و هسته محوری اون، یعنی تفویض اختیارات این کمیسیون ها، خلاف قانون اساسی و نمیتونه تصویب بشه. حالا همان نمایندگانی که روزی تصمیم گرفتند تصمیم گیری در مورد این طرح پرحاشیه را از صحن خارج کنند و به کمیسیون بسپارند، برای بازگرداندن آن به صحن در حال جمع‌آوری امضا هستند. هرچند نه در اظهار نظرهای مقامات ارشد دولت و نه در روزنامه رسمی دولت مستقیما اسمی از طرح صیانت و اعتراض به آن ذکر نشده، اما صحبت‌های دولتی‌ها در حمایت از اینترنت گویای مخالفت قوه مجریه با طرحی است که بخشی از قوه مقننه به تصویب آن اصرار دارد. رئیس جمهور گفته دولت تأکید دارد اینترنت با کیفیت و پرسرعت در اختیار مردم باشد و سخنگوی دولت هم بر لزوم افزایش سرعت و رفع اختلال اینترنت تأکید کرده. انتقادات و اشکالاتی که به طرح صیانت وارده دو دسته، یکی به روند تصویب و پیشرفت خود طرح، یکی به ماده های طرح. و همونطور که دوستان زیادی میدونن، از روز اول تا الان نسخه آخر طرح در اختیار خبرگزاری ها و افراد مختلف قرار نگرفته و این فضای نقد رو بسته بوده. به این صورت شما الان میای آخرین نسخه که مثلا مرتبط با بهمن رو نقد میکنی و افرادی که توی کمیسیون هستن طرح رو تایید کردن میگن خب این مشکلات وارده، ولی ما اینو تو نسخه بعدی لغو کردیم. یعنی این نسخه بعدی رو همیشه راهی برای فرار از انتقادات در نظر گرفتن، در صورتی که آخرین نسخه که حتی با نسخه 6 ماه پیش که تیر ماه بوده تا
تقریبا کلیاتش یکیه. بزرگترین اشکال همینه، همین روند در واقع خود طرح. بزرگترین اشکال ماده های خود طرح اینه که به شدت تفسیر پذیره. قانون خوب در همه جای دنیا قانونی که کمتر تفسیر پذیر باشه، یعنی یک جاهای اصطلاحی استفاده شده که مشخص نیست حد و حدودش چیه. مثلا گفته فروش توزیع عمده وی پی ان یا ابزار دور زدن فیلترینگ جرمه. کلمه عمده تفسیر پذیره، ممکنه شما توی یک وبسایت اینو قرار بدین، یه وبسایت شخصی 50 نفر اینو استفاده کنن، خب اون که مجری قانون میتونه اینو عمده تلقی کنه. یه مشکل دیگه طرح اینه که بندهایی داره، ماده هایی داره که به حالت مخالفش فکر نشده. مثلا در نظر گرفتن اگر اینستاگرام و گوگل و امثال این سرویس های خارجی نیومدن ایران و همکاری نکردن، باید مسدود بشن. توی انتقاد هم اگر نیومدن چی؟ یعنی این حالت اگر نیومدن فکر نشده، میگن نه ما میان حتما، به خاطر اینکه کاربر ایرانی براشون سود داره. یه موضوع دیگه این که شرایط کشور در نظر گرفته نشده، مثل تحریم. یکی از ماده هاش اینه که شرکت های مثل گوگل، مثل توییتر، اینها اگر از فعالیت کاربر ایرانی درآمدی دارن، باید روی اون درآمد مالیات بدن به دولت ایران. مثلا اگر شما به عنوان یک دانشجو میرید توی گوگل سرچ میکنید و روی جستجو میکنید و روی نتیجه های تبلیغاتی کلیک میکنید، گوگل درآمد داره، باید از این درآمد به ایران در واقع مالیات بده. یعنی اگر گوگل حتی بیاد قوانین ما رو بپذیره، به خاطر تحریم ها نمیتونه مراوده مالی داشته باشه با ما. هنوز هم همه کشورهای اروپایی نتونستن ازشون این مالیات رو بگیرن. یه مشکل دیگه که داره باز احراز و بحث احراز هویت اجباریه. همه کاربرها باید احراز هویت بشن. مشکل دیگه اینه که میخواد وارد بحث تعرفه گذاری بشه. یعنی میگه از اول ما به پلتفرم‌های ایرانی میگیم تعرفه خدمات چطوریه. اگر دو تا وبسایت دید مثلا فیلم و سریال ایرانی داریم، هزینه دریافت اشتراک رو این کمیسیون تعیین میکنه. اون کمیسیون مگه توی چند تا حوزه متخصصه؟ اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که تا پیش از تصویب اخیر، برخی منتقدان فعلی طرح به ویژه در میان مجلسی‌ها نقد جدی به اصل یا محتوای آن وارد نکرده بودند و شاید اعتراضات کنونی آنها بعضاً از جنس اختلافات میان جبهه بندی‌های درون مجلس باشد، اختلافاتی که معلوم نیست در نهایت طرح را از دستور کار خارج خواهد کرد، آن را به حالت قبلی باز خواهد گرداند، یا موافقان طرح در فرصتی دیگر و بعد از فروکش کردن اعتراضات دوباره آن را به جریان خواهند انداخت. طرحی که فعلا صدای خیلی ها را درآورده و یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس میگوید مثل بقیه طرح‌های مسدودسازی و محدودسازی از همین حالا شکست خورده است.